در آستانه شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، تولیت مسجد کوفه و نمایندگان موکبهای حسینی چگونگی خدمت رسانی به زائران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. سید محمد مجید الموسوی، تولیت مسجد کوفه و شیخ هادی زنجیل، رئیس بخش امور دینی مسجد کوفه، با تعدادی از نمایندگان موکبهای حسینی شهر کوفه در جهت خدمت رسانی به زائران به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این جلسه درباره سازوکارهای ارائه خدمات به زائران در ماه مبارک رمضان در سال روز ضربت خوردن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کردند و همچنین بر حفظ و نگه داشتن خیابانها و پیاده‌روهای اطراف مسجد تاکید کردند. سید محمد مجید الموسوی از تلاش موکبهای حسینی در ارائه خدمت به زائران در مناسبت‌های مختلف تشکر کرد. وزیر آموزش و پرورش کبک برنارد دراینویل در مجلس قانونگذاری در شهر کبک گفت که به زودی داشتن نمازخانه در مدارس دولتی این استان ممنوع خواهد شد. وی در ادامه گفت حداقل دو مدرسه در منطقه مونترال وجود دارند که به دانش آموزان اجازه می دهند برای نماز جمع شوند. گفتنی است جامعه مسلمانان کبک از این تصمیم به شدت ناراحت و خشمگین شدند و در یک بیانیه مطبوعاتی مشترک به همراه نمایندگان چندین مسجد اعتراض خود را نسبت به این تصمیم وزیر آموزش و پرورش نشان دادند. امضا کننده های این بیانیه خطاب به وزیر آموزش و پرورش نوشتند: شما مسیر گفتگو را پیشنهاد نمی دهید و ما را وادار می کنید تا راه قانونی را که دو منشور حقوق و آزادی های کانادا و کبک به رسمیت می شناسند در پیش بگیریم تا با این تصمیم مبارزه کنیم. آنها در پایان تأکید کردند که مایل هستند با مسئولان همکاری کنند تا راه حل های بدون ایجاد دشمنی پیدا شود. آقای برنارد خاطر نشان کرد که نماز خواندن به صورت دست جمعی در مدارس کبک مخالف با سیاست سکولاریسم در مدارس کبک است. در پایان گفتنی است وی تاکید کرد که نماز خواندن به صورت انفرادی و در سکوت هیچ اشکالی ندارد. پاکستان قصد دارد یک عملیات در سطح ملی انجام دهد تا شبه نظامیان افراطی را ریشه‌کن کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اظهار داشت کمیته امنیت ملی پاکستان در حالی از طرح ملی ریشه‌کن کردن شبه نظامیان افراطی خبر داد که این کشور از بحران‌های سیاسی و اقتصادی رنج می‌برد. کمیته امنیت ملی پاکستان جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم گرفته شده تا عملیاتی جامع و همه جانبه با حضور دولت و ملت برگزار شود که کشور را از شر تروریسم خلاص می کند. در ادامه این گفتگو گفتنی است پاکستان کشوری هسته‌ای با 220 میلیون جمعیت است که در ماه‌های گذشته شاهد افزایش حملات نظامیان افراطی بوده است، خصوصا از زمانی که مذاکرات با گروه تحریک طالبان پاکستان به بن‌بست رسید. سازمان ملل اعلام کرد بیش از 15 میلیون متر مربع از اراضی لیبی آلوده به مین و مواد منفجر است. لیبی با مساحت 1,759,541 کیلومتر مربع 16 کشور پهناور جهان و 4 کشور بزرگ آفریقا است. اما شعله ور بودن بیش از یک دهه جنگ داخلی در این کشور سبب شده بخش قابل توجهی از اراضی لیبی به مین و سایر مواد منفجره آلوده شود. نمایندگی سازمان ملل در امور لیبی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی آگاهی از خطرات مین و کمک به مبارزه با آن با انتشار بیانیه ای از آلوده بودن بیش از 15 میلیون متر مربع از اراضی این کشور به مین و سایر مواد منفجره خبر داد و اعلام کرد این آلودگی در سراسر لیبی همچنان وجود دارد.
کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشی به کنگره ارائه کرده که در آن جزئیاتی درباره علت خروج ارتش آمریکا از افغانستان مطالبی بیان شده است. کاخ سفید همچنین در این گزارش 12 صفحه‌ای به اشتباه بودن لشکرکشی و حمله اش به افغانستان اعتراف کرده و از تصمیم دولت دموکرات در خروج از افغانستان دفاع کرد. این گزارش همچنین نوشت دولت وقت آمریکا در حمله به افغانستان مرتکب اشتباه شد و ما به این اشتباه پی بردیم و از آن درس عبرت گرفتیم. تسلیحات آمریکایی باقی مانده در افغانستان توسط گروه تحریک طالبان پاکستان برای اهداف تروریستی در پاکستان استفاده می شود. بر اساس یک گزارش، گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه های جدایی طلب بلوچ از سلاح‌ها و تجهیزات نظامی مدرن که نیروهای آمریکایی پس از خروج از افغانستان در سال 2001 باقی گذاشتند برای فعالیت‌های تروریستی در داخل پاکستان استفاده می‌کردند. همچنین در این گزارش آمده است که ایالات متحده سلاح گرم، تجهیزات ارتباطی و حتی خودروهای زرهی را به جای گذاشته است که تمام این ادوات جنگی باعث شده شبه نظامیان پاکستان قدرت جنگی چشمگیری داشته باشند. در همین راستا سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد طی اظهاراتی ادعاهایی مبنی بر تأمین سلاح و تجهیزات آمریکایی به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان را رد کرد. آموزشگاه کودکان اوتیسم سپتین با همکاری دانشگاه سپتین که هر دو وابسته به آستان مقدس حسینی هستند، مراسم جشنی با حضور تعدادی از این کودکان برگزار کردند. در این مراسم که با هدف حمایت و جمع‌آوری کمک برای این کودکان برگزار شد، آستان مقدس حسینی از تأسیس مراکزی برای حمایت از این کودکان پرده برداشت. این آستان مقدس اعلام کرد که 11 مرکز برای آموزش کودکان دارای اوتیسم در استانهای مختلف عراق تأسیس کرده که در مجموع در این مراکز 700 کودک آموزش می‌بینند. گزافی بلکی جوان 19 ساله آمریکایی از شهر وینترفیل به داشتن ارتباط با سنی‌های تندروی داعش اعتراف کرد. وی در ادامه اعترافات خود به طراحی و برنامه‌ریزی برای حمله به یکی از مساجد شیعیان در شهر شیکاگوی آمریکا و نیز کمک مالی به تروریست‌های داعش اعتراف کرد. او که سال گذشته شناسایی و بازداشت شد، بعد از این اعترافات از سوی یک دادگاه آمریکایی به 15 سال حبس محکوم شد.